شبنم، هر روز روایت‌های هولناکتری داریم میشنویم از ضرب و شتم و کشتن معترضا در این روزهایی که گذشته، اما یک فرد دیگه هم تو داشتی از صبح روش کار میکردی در مورد اتفاقی که براش افتاده، محمد خواجوی، از اون هم برای ما بگو. بله، آقای خواجوی امروز در واقع از کشته شدگان دسفول هستند که امروز در یزدان شهر اصفهان به خاک سپرده شدند. گفته ها حاکی از این است که برای اینکه از یکی از طوایف پر جمعیت هستن و خواستن که ایشون رو در واقع در همون محلی که هستن خاک نکنن. این از گفته هاست، ما تایید نمی کنیم. بردن در یزدان شهر اصفهان، به هر حال ایشون در اعتراضات دسفول کشته شدن. در مراسم 40مشون برادرشون امروز صحبت کرده، گفته که محمد خواجوی برادر من در واقع فدای وطن شد، فدای مردم مظلوم ایران شد، و گفته که در شرایطی که توی اون درگیری و اعتراضات میتونستن که حتی دستگیرش بکنن، اما از فاصله نزدیک بهش شلیک کردن. طبیعتاً هیچ معترضی نباید دستگیر بشه، طبیعتاً این حق هر شهروندی هست که در این جهان آزاد اعتراض بکنه، اما به هر حال ایشون در این مراسم این جمله رو میگن که اگر که حتی از نظر قانون جمهوری اسلامی ایشون متخلف هستن، ایشون رو باید دستگیر میکردن، نه اینکه از فاصله نزدیک بهشون شلیک بکنن. و به هر حال ما این تصویر رو داریم، گفته شده که در کوی مدرس دسپول گلوله خوردن و تاریخ گلوله خوردنشون هم 3 مهر بوده. بریم صحبت های برادر ایشون رو بشنویم. ممنون از حضور شبنم آذر اینجا همراه ما. برادر بنده رو دنبال کردن و با ماشین به زیر او زدن و در حالی که میتونستن او را دستگیر کنن و تحویل قانون بدن، این کار را نکردن و او را به فاصله نزدیک به گلوله بستن و برادرمون ناحق کشته شد، فدای مملکت ایران شد. برادران عزیز، ممنون و سپاسگزارم. برادر بنده فدای مردم مظلوم ایران شد. با تشکر.